به نام خداوند آگاهی، آزادی و برابری. دوستان و همراهان عزیز نسل پنجم، سلام و وقت همه شما بخیر. من محمد امان فرهمن هستم، به اتفاق همکارم آقای احمدعلی حسنی در برنامه این هفته نسل پنجم حضور همه شما همراهان عزیز را خوش آمدید گفته و از همگی تان یک دنیا سپاسگزاریم که دنبال کننده همیشگی برنامه های ما هستید. حاکمیت طالبا چالش های زیادی را برای مردم افغانستان مطرح کرده که هم خود این گروه و هم ملت افغانستان را در برابر آزمون و امتحان بسیار دشواری قرار داده. حال سوالی که مطرح میشه ای است که طالبا بالاخره به کجا میرسند و به کدام سو در حرکت هستند؟ حاکمیت طالبا برای مردم افغانستان چی پیام و دورنمایی را گشزد می کند؟ حاکمیت این گروه در روابط بین المللی از اونا چی چالش های را به همراه خواهد داشت؟ موضع و رویکرد مبارزه ملت افغانستان برای عبور از حاکمیت طالبا و چالش هایی که پیش روی ملت افغانستان قرار داره، او چالش ها چیست؟ در برنامه این هفته با حضور دو مهمان گرامی خش، آقایان عبدالعدل دای فولادی و عزیزالله رویش، به این سوال ها می پردازیم. در ابتدا خیلی دوست داریم که مایک را در اختیار آقای دای فولادی قرار بدیم و از ایشان بپرسیم که طالبا بالاخره به کجا می رسند. جناب دای فولادی صاحب، بسیار خوش آمدین، مایک در اختیار شماست. لطف کردین. سلام و احترام به خانم ها و آقایان. من فکر میکنم که مبحث طالبا با کجا میرن یک مبحث بسیار بلند است و جنبه ها و ابعاد گوناگون داره. به طور مثال جنبه سیاسی داره، جنبه اقتصادی داره، جنبه فرهنگی داره، جنبه روابط ملی و روابط منطقه‌ای و جهانی داره که این جنبه ها هر کدامش برای طالبان چالش های بسیار بزرگ را خلق میکنه. تجربه نشان داده که تابال طالب به این چالش ها حتی تمایل نشان داده که نداده که پاسخ بده. ولی من دوست دارم که حداقل در این صحبت امشب با عزیزان بیشتر در مورد مسئله چالش های سیاسی و منطقه‌ای و جهانی طالب ها صحبت شود. خب طبیعی است ورزی که ما بفهمیم که طالب به کجا میره، اول باید بدانیم که طالب از کجا آمده. چون منبع یا آدرس آمدن طالب بسیار فهمیدنش ضروری است که بدانیم آدم پس به کدام آدرس دیگه یا طرف کدام آدرس دیگه روان است. خب همه میدانیم که ایدیای طالب از به اصطلاح مغز رئیس استخبارات فرانسه شروع میشه، بعد در قصر سفید مطرح میشه و اونجا تایید میشه و بعد خب به خاطر اینکه اپریشنال شوه و عملی شوه بس به انگلیس هم میرسه و از طریق پاکستان و بالاخره عربستان سعودی و حتی اسرائیل سرمایه گذاری میشه و همچون چیزی با وجود میاد. و طبیعی است که ایجاد همچین یک لشکر نیابتی برای پاکستان به خصوص در حوزه عمق استراتژیک پاکستان، بیشتر میخوایم توجه عزیزان به مسئله تاریخی خط دوران یا برسمیت شناختن شدن تمامیت ارضی پاکستان توسط افغانستان، زمینه را برای پاکستان و انگلیس و تمام متحدین منطقه و جهانش مساخصوخ که از درون پشتون ها به ایجاد همچون یک لشکر نیابتی ایدئولوژیک مذهبی بسیار تندرو و عقبگرا دست بزنن. خب طبیعی مثل که جمهوری اسلامی ایران برای عمق استراتژیک خود در خاورمیانه از هزاره های مهاجر لشکر فاطمی نساخت، این کار پاکستان کرد برای اینکه خود را داخل عمق استراتژیک خود را افغانستان بسازه، یک لشکر نیابتی را از
درون مهاجرین پشتون و حتی با مشارکت پشتون های بسیار کلان مثل جنرال بابور، مثل خب مولوی فضل الرحمن، یعنی شخصیت های مذهبی، و این کار موفق شد. خب بار دوم است که طالب با قدرت می. یک اشاره بسیار کوتاه دارم سر مسئله ابعاد فرهنگی و مذهبی طالبا، که اگر شما ببینید در بود مذهب، اگر طالب ببینید، طالب خود را نماینده خدا در زمین میده، ولی وقتی که شما با ایدئولوژی طالب میبینین، چیز جز فرهنگی شدن فقه و مذهب در ایدئولوژی طالب نیست. بعد وقتی از این بود فرهنگی شما میبینین، یعنی فرهنگی شدن مذهب، خدا را نماینده ملا در آسمان میسازه. این امروز مشکل بسیار بزرگی که ما داریم از لحاظ مذهبی شدن فرهنگ توسط طالبا و قدرت و سلا. حالا دیگه شما خدا را به حیث نماینده طالب باید در آسمان قبول بکنید. یعنی هرچی که اینا بر اساس فرهنگ قبیلهی گفت، او به ایمان است که خدا هم تایید کرده در آسمان. اما چیزی بسیار با اهمیتی که وجود داره که طالب هیچ گونه ظرفیت برای اقتصاد نداره، با خصوص اقتصاد در جهان امروز که جهانی شده و گلوبالایزد شده، ولی طالب فکرش به حد بسته هست و جهان بینیش به حد کوچک است که او اقتصاد از پشت دیدگاه ایدئولوژی که خود میبینه، و به هیچ صورت زمینه برای طالب مساعد نمیسازه که در کشور سرمایه گذاری شوه و ایجاد کار شوه و با ایجاد کار و سرمایه گذاری ها فقر زدایی شد. و هیچ سرمایه داری حاضر نیست که به حتی برای سود زیر چتر یک قدرت برهنه ملایی قرونستایی سرمایه گذاری کنه که او را هیچ کسی تا بال این رژیم بر رسمیت نشناخته در بیشتر از 2 سال. یعنی شما اگر رسمیت شناختن طالب از لحاظ بین المللی ببینید، خودش یک دلیل بسیار عمده است که طالبا به هیچ صورت نمیتونه که در برای چالش های اقتصادی در کشور پاسخ بده. اما در بود سیاسی چیزی که بسیار مهم است که طالب هیچ علاقه نداره که به او پاسخ بده، و با می خاطر چون پاسخ ندارن از ما هم به ما هم حق نمیتن که سوال بکنیم. اما سوال ما این است که چرا طالب اشتباه تاریخی را حداقل از امیر عبدالرحمن تابال تکرار میکنن و او انحصار قدرت ملی است؟ چه فرق میکنه که قدرت انحصار ملی توسط یک فرد باشه یا خاندان باشه یا توسط یک حزب باشه؟ مهم نیست که حزب مفکوره یا ایدئولوژی چپ داره یا راست داره، یه حزب جمعیت اسلامی باشه یا یه حزب خود به اصطلاح گروه طالب باشه. ولی هانچه که در ماهیت همه مشترک بوده حداقل در 150 سال اخیر، انحصار قدرت ملی است که ما مبحث درازی داشتیم در این مورد در صحبت گذشته خود. و امروز یگانه چیزی که افغانستان باز میتونه به طرف جنگ داخلی بره یا طالب ها رو به طرف جنگ داخلی نگه ببره که اولین قربانیش خودشان خواد بود، مثل که حزب دموکراتیک حداقل در 40 سال اخیر قربانی انحصار قدرت ملی شد، مثل که گروه های مجاهدین جمعیت اسلامی قربانی انحصار قدرت ملی شد، حتی 20 سال جمهوریت هم ما دیدیم که انحصار قدرت ملی توسط چند تا تکه‌دارای قومی صورت گرفت و اونا همش متواری شدن. مطمئن هستیم که انحصار قدرت ملی طالب به طرف نابودی خودش میبره، چون در عصر آگاهی هایی که بسیار با تکنولوژی دیجیتال سریع شده، انحصار قدرت ملی در افغانستان وام از پشت یک گروه ایدئولوژی که عمدتاً وابسته به قوم پشتون، ای پاسخ نمیتره و طالبا رو میبره به طرف جنگ داخلی که پیامدش از همه خطرناکتر برای خود قوم شریف پشتون است. چرا؟ از لحاظ سیاست منطقه‌ای
پاسخ را که کرزی و غنی ندادن برای قصر سفید و انگلیس و پاکستان که او به رسمیت شناختن خط دیورند بود، عین اشتباه استراتژیک طالبا هم کردن و اینا خو نمیگنی مسائل نه کرزی و غنی مسائل مطرکت برای حتی قوم خود و برای تمام مردم افغانستان و طالبان پنهان میکنن. طالبان به خواست سریع پاکستان پاسخ نداد برای رسمیت شناختن خط دیورند و اگر ما حتما عزیزان خانم ها قاین بافزه دارن که یک سال کنیم سال پیش وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که وقت طالبان خط دیورند رسمیت نمیشناسه، چی توقع داره که دیگر ها او رو رسمیت بشناسه؟ یعنی این یک گپ بسیار تازه بود در سیاست ایران که حتی ایران هم میخواین که مسئله تمامیت ارضی پاکستان در چوکات خط دیورند حل شود، یا به اصطلاح پاکستان از یک ترس استراتژیک به خاطر تمامیت ارضی خود یا تریتوریال انتگریتی خود از جانب افغانستان بیغم شود. خب اینا رو ببینین که وقت طالب ها دیورند به رسمیت نمیشناسه و اگر حتما ایران با حافظه دارن عزیزان که یک هفته پیش از سقوط جمهوری اگر یادش باشه که اشرف غنی سخنرانی که در خوست داشت با تکرار سر طالبان صدا کرد که بیاین بگوین که دیورند به رسمیت شناختین یا نشناختین، چون غنی و کرزی میفهمیدن که سقوط جمهوری و پس شدن زینا اونمو سزایی است که اینا در قصر سفید دعوت رسمی او با ما را بره رسمیت شناختن خط دیورند رد کرد. و عین گپ یک هفته بعد اشرف غنی در سخنرانی خود در هرات از طالبان پرسید که بگوین که دیورند به رسمیت شناختین یا نه، و دیدیم که سقوط افغانستان از هرات شروع شد. این گپا گپای ساده نیست. من فکر میکنم که هر چقدر سیاستمدارای پشتون مسئله خط دیورند مبحثش از سیاست افغانستان پنهان کنن، به همو اندازه زمینه جنگ های داخلی آینده یا رفتن طالبا به طرف یک مرگ حتمی توسط یک جنگ نیابتی دیگه زمینش بیشتر مساعد میشه. بنابراین ببینید که در روابط منطقه‌ای اگر طالبا نتونه مسئله دیورند حل بکنه، اگر طالبا نتونه خواست های جمهوری اسلامی ایران برآورده بسازه، امی رقم شما در شمال افغانستان تاجیکستان اگر بگیرین بعد برین تا روسیه و این طرف در مسئله چین به عنوان یک ابرقدرت نوظهور اقتصادی در منطقه و جهان، میبینیم که طالبا بازم به طرف زوال حتمی خود میرن و تجربه نشان داده که طالب تا کنون توانمندی پاسخ به این همه چالش ها را نداده، به عنوان یک نیروی یا یک شمشیر برهنه در صحنه وجود داره و حال این شمشیر برهنه نه قدرت مدیریت عادلانه قدرت ملی را داره، نه ظرفیت باز شدن ایدئولوژی خود داره و اگر نه ظرفیت پذیرش این حقیقت داره که با مذهبی ساختن فرهنگ قوم خود حتی چالش بزرگ در آسمان رو بر خود خلق کرده که خدا را نماینده خود در آسمان ساختن، یعنی به اصطلاح اگر از دید مذهبی ببینید غضب خدا هم بر زینا نازل خواهد شد. از لحاظ سیاست داخلی خب تبدیل کردن یک کشور به یک زندان از لحاظ امنیتی، ولی زندانی که در او زندانیان همه باید گرسنه باشن و صرف خوش باشن که ما در زندان امنیت داریم و کس ما را دوستی نمیکنه یا اختطاف نمیکنه و همچون مسائل یا با قتل هم رسیم. تشکر جناب استاد، تشکر، سلامت باشین. جناب استاد رویش به شما میاییم و چنانچه که شما هم شنیدین جناب آقای دای فولادی به نکاتی اشاره کردن، گفتن که خواستگاه طالبا غرب هست و همچنان طالبا لشکر نیابتی پاکستان هست و این لشکر نیابتی پاکستان از درون پشتونها انتخاب کرده و طالبان نسبت به همه مسائل نگاه ایدئولوژیک داره و همچنان طالبان قدرت ملی را انحصار کرده. با این مطالب را که جناب استاد گفتن، جناب آقای دای فولادی گفتن، خیلی دوست داریم که نظریات شما را همچنان بشنویم
و گوش کنیم که طالبا بالاخره به کدام سوی حرکت هستند. تشکر آقای فرهمند و خیلی خوشحال هستیم که در یک مبحث بسیار مهم و جدی دیگر با دوستان خود در یک صفحه قرار داریم. آقای دای فولادی نقطه های خاص را مطرح کردن که ما را به شناخت طالبان کمک میکنند. شناخت طالبان به طور روشن ما شما را به شناخت سیاستشان و دورنمای حرکتشان و به خصوص نکته را که شما هم در مقدمه حرفتون مطرح کردین و اتخاذ روی کرده ما و اینان کسانی که در افغانستان به هر حال متاثر از حکومت طالبان هستن کمک میکنند. ما اگر خواسته باشم که پاسخ بسیار کوتاه و ساده و پرسش شما مطرح بکنم که طالبان به کجا میرن، میگم به هیچ کجا. چینایی ها یک ضرور مسئل دارن که میگن کسی که نمیدونه به کجا میره به هیچ جایی نمیرسه. طالبان حالا در مقام حاکمیت بر نظام سیاسی کشور قرار داره. اگر تا 2.5 سال پیش پرسیده میشد که طالبان به کجا میرن، شاید میگفتن یا میگفتیم که میرن تا حاکمیت را در کشور به دست برن، این حاکمیت به نظام سیاسی کشور. امروز طالبان دقیقاً در همون مقام قرار گرفتن. اینا حاکم بلا منازعه افغانستان هستن. برخلاف دور اول حاکمیتشان که یک سری چالش‌های خیلی جدی را در برابر خود داشتن، این بار حداقل معارض هایی که طالبان خیلی جدی مورد سوال قرار بده در برابرش هم قرار نداره. اما بعد از 2.5 سال حالا ما شما به وضاحت میفهمیم میبینیم که طالبان حتی خودشان به طور مشخص نمیدانن که ما در گام بعدی خود کجا میریم. طالبان حاکمیت خود امارت اسلامی نامونده. سوالم دقیقا از همینجا شروع میشه. امارت اسلامی از لحاظ ایدولوژیک به نظام بسته مذهبی با یک هژمون یک گروه بنیادگرای مذهبی بارمند است. اما سوالی است که با همین ایدولوژی طالبان در برابر دیگرا چی موقف دارند؟ با شیعه ها، با هندو باوران افغانستان، با احمدی ها، با اخوانی ها، با حزب التحریر، با جمعیت اصلاح، با داعشی ها، با دموکرات ها، با کسانی که به جامعه باز و جامعه مدنی باور دارند چی کار میکنند؟ با آموزش دخترها، با حقوق و آزادی های زنان چیکار میکنن؟ طالبا به صراحت نمیگن که ما هیچ کدام از اینا رو قبول نداریم و همه را یک دست سرکوب میکنن. اما این هم نمیگن که با همین نیروها، با تمام از این نیروهایی که به هر حال در کشور هستن ولی به ایدولوژی طالبا تمکین نمیکنن، طالبا چیکار میکنن؟ دوم، امارت اسلامی از لحاظ سیاسی یک ساختار توتالیتر دارد با قدرت مطلقه یک گروه سرکوبگر و افراطی. ساختارش هم مبتنی بر دو ویژگی خاص است: ساختار استخباراتی پلیسی. با استخبارات خبر جمع میکنن تقریبا از همه، یعنی شاید استخباراتی ترین و اطلاعاتی ترین نظام سیاسی در امی دو سه دهه اخیر از طالبان دیده میشه. و دومش پلیس که با پلیس سرکوب میکنن. با این ساختار طالبان در برابر دیگر نیروهای سیاسی و قومی مذهبی چی موضع میگیرن؟ توتالیتاریسم به هر حال قدرت مطلقه را در اختیار طالبان قرار میدن. اما وقت با سوال نیروهای دیگر در اون جامعه قرار میگیرن، طالبان قد از اینا چی کار میکنن؟ آیا طالبان به ایجاد یک ساختار همه شمول که تمام از گروه ها را در خود جای بده تن میتن یا نه؟ طالبان به صراحت نمیگن که نه. اما در عمل هیچ نشانه‌ای را تا نوزه بروز ندادن که نطاف پذیری و تسامح و مدارایشان را ثابت بکنن. این نکته دوم. نکته سوم، امارت اسلامی امور رقمی که آقای دای فولادی را به عنوان یک چالش مطرح کرد از لحاظ اقتصادی به صورت مطلق وابسته قدرت‌های بیرونی است. با قدرت‌های بیرونی بر اساس چی معیار و در چارچوب چی مکانیزم تعامل می‌کنند که دریافت پول و مساعدت اقتصادی از بیرون برشان امکان پذیر بسازن و تداومش هم برای طالبا مطمئن بسازن. بالاخره از لحاظ اقتصادی طالبا با برخی از نیازمندی های مواجه هستن که او رو نمیتونن صرف با دعا، صرف مثلا با ایقان ایدولوژیکی که دارن پاسخ بگن. مردم نانکار دارن، در این مردم طالبا خودشان هم شامل هستن. موترهای طالبا وقتی که حرکت میکنند، ماشین طالب وقتی که به حرکت میفتد به انجینش به تیل ذرت دارد. اینمی خب بالاخره از یک جای باید تامین شود.
این جای کجا هست؟ اگر در داخل افغانستان منبعی ندارن طالبا که بر اساس از او بتونن این نیازمندی ها را رفع بکنن، ناگزیر هستن که به بیرون از افغانستان اتکا کنن. خب بالاخره کسایی که از بیرون برشان پول میتن معیارهای خود دارن، خواستهای خود دارن. اینم خواستار طالبا چی قسم پاسخ می. چهارم، امارت اسلامی برای کشور به نام افغانستان به جغرافیای مشخصی که اعتبار بین المللی داره حکومت میکنه. این همون نکته است که آقای دای فولادی یک گوشش را بیان کرده. ما میخوایم این را در بعد داخلی و در بعد بیرونی هر دو تاش به طور همزمان سر کنیم. اگر ما در بعد داخلی در خوشبینانه ترین صورتش بگیم که از 40 میلیون نفوسی که در افغانستان زندگی میکنند 1 میلیون از اینا به یک نحو از امتیازات نظام و حاکمیت طالبانی برخوردار هستند، طالبا با 39 میلیون انسان دیگر که بریده از نظام و امتیازات طالبانی هستند در اینمی جغرافیا به سر میبرن چیکار میکنن؟ قانون اساسی طالبا در کجا هست و از چی شکل و محتوای برخوردار هست که بتونه رابطه بین افراد را در درون زی جغرافیا و رابطه بین طالبا را بین اون یک نظام سیاسی با این مردم با این نفوس تعریف بکنه؟ در همین جغرافیای مشخص با خصوص با همسایه های از کشور چیکار میکنه؟ مثلا با پاکستان چیکار میکنه؟ آقای دای فولادی از مرز یا از خط دیورند یاد کردن. این یک سوال هست که مثل یک چوب لای چرخ رابطه پاکستان افغانستان همیشه وجود داره. طالبا را فعلا در رأس نظام قرار دارن که این نظام به یک از یک طرف خود بسیار وابسته پاکستان هست، ولی از یک طرف دیگر با مشکل بسیار کلان مرز مواجه هستن. امیر چیکار میکنه؟ به رسمیت میشناسه یا نه؟ طالبا در امین چوکات خود در بیرون از کشور با قدرت‌های دیگر سر و کار دارن. سوال به رسمیت شناخته شدن طالبا تا حالا را هم یک سوال بسیار جدی است. 2.5 سال از حاکمیت طالبا میگذرد، هیچ کشوری طالبا رو به رسمیت نشناخته، برخلاف دفعه گذشته که حداقل 3-4 تا کشور طالبا رو به رسمیت شناخته بودن. این بار حتی پاکستان طالبا رو به رسمیت نشناخته، ایران طالبا رو به رسمیت نمیشناسه، روسیه طالبا رو به رسمیت نمیشناسه، امارات نمیشناسه. وقتی که همین معضل در برابر طالبا قرار دارد، در دورنما همین نظام سیاسی کجا میره چیکار میکنه؟ به همین دلیل میگم که طالبا دچار یک سرگردانی بسیار خطرناک و مستعصل کننده هست. دلیل از این بیشتر در پارادوکس های برگشت میکند که طالبا از لحاظ ذهنی خودشان دارن. طالبا تانوز مرز ایدولوژی و سیاست را در درون خود حل نکردن. درست است که طالبا حالا فعلا یک پوشه بسیار کلان مذهبی را با خود دارن، ولی بالاخره در دنیای سیاست عمل میکنن. این دنیای سیاست با اقوام، با اقتصاد، با فرهنگ هایی که در خود منطقه هستن، با قدرت هایی که در سطح منطقه هستن، با منافعی که در حول افغانستان گره کلی از ما سر و کار دارد. در این پشت میز مذهبی طالبا چگونه بالانس میکنن، چگونه متوازن میسازن؟ میبینین که این سرگردانی هستن که برای گروه سیاسی و خصوص حاکمیت کشور در دست داشته باشد بسیار ساده قابل کتمان یا قابل چشم پوشی نیست. کشور مثل افغانستان نه با فتوا و حکم اداره میشه، نه با سرکوب و فشار و تحقیر و نادیده گرفته میشه. این کشوری که میگیم 44 سال اخیر را با تفنگ زندگی کرده، 44 سال را به نحو مردم قدرت گریزی را تجربه داشتن، حداقل کسی از حاکمیت متمرکز خیلی جدی پیروی نکرده. اینمی رفته رفته به یک باور عمومی تبدیل شده و در سر رفتار و الگوهای رفتاری مردم هم تاثیر خود مونده. حالا مو رقمی که طالبان تونستن با تفنگ و با زور مثلا بیاد در حکومت برسن، تقریبا 39 میلیون انسانی که در افغانستان هستن به یک نحوه میفهمن که تفنگ یک از وسیله های هستن که آدم قضو میتونه قدرت بگیره. با اینمی رقم یک جامعه با سرکوب، با فشار، با تحقیر نمیشه که برخورد کرد. طالبا انحصار قدرت ملی را حالا فعلا در دست گرفتن، چیزی که آقای دای فولادی باز هم اشاره میکنه. اما آیا انحصار قدرت ملی با سرکوب میتونه دوام بکنه؟ این انحصار در چارچوب بارها و توجیهات ایدولوژیک طالبا که حالا فعلا دارن برشان سوال رابطهش با ایدولوژی های دیگر، با فکرهای دیگر مطرح کرده، ولی در عین حال مسائل قومی، مذهبی، زبانی و خط و نشانهای سیاسی که در درون جامعه هستن باز هم در درون زینمی انحصار مطرح میشه. طالبا قدینزمی چی کار میکنه؟ تنها دورنمایی را که
ما میتونیم از حرکت کنونی طالبان تصور بکنیم، به نظر من از دست رفتن زمان و فرو رفتن در باطلاق از سرگردانی ها و ندانم کاری ها هست. طالبان زمان را بسیار به شکل ناشیانه و با بی‌مبالاتی از دست میده. وقتی کشور تدبیر خوب برای مدیریت قدرت سیاسی نداشته باشد، زمان خود خود که از دست میده بیشتر از پیش به 30 سال گرفتار میشه. به همون خاطر وقت کشی کردن، ندانم کاری کردن، کار از امروز به فردا انداختن تدبیر خیلی خوب در مدیریت قدرت سیاسی نیست. هرچی که زمان بیشتر هدر برد، نظام سیاسی در تنگناهای فشارها و مضیقه‌های بیشتر قرار می‌گیرد. هرچقدر فاصله بین نظام سیاسی و عموم مردم در داخل کشور و فاصله بین نظام سیاسی کشور با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر شود، چالش‌های نظام سیاسی بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. به همین دلیل باز هم تصور من ایست که طالبان به هیچ جای نرفتند، اما به هیچ جای نرفتن به معنای شونیک برای گروه طالبان نیست. نظام سیاسی برای یک مفهوم کلان به نام اتوریته هست. اتوریته یا اقتدار پیوند نظام سیاسی با آگاهی مردم یا شهروندان را تامین می‌کند. اگر اتوریته فرو می‌ریزد، مثل از ایست که اسکلت یا سخنبندی پیکر جامعه فرو می‌ریزد، دیگر شما چیزی به نام ملت، دیگر چیزی به نام جامعه سیاسی که در حول یک نظام به هم گره خورده باشند و کسی دیگر را در چوکات یک قانون، در چوکات یک نظم اعتنا بکند، وجود ندارد. این اسکلت هیچگاهی به صورت انتزاعی و ذهنی ایجاد نمیشه. قرارداد اجتماعی، قانون اساسی، ساختار حکومتداری، اداره، بیروکراسی، مکانیزم‌های بازرسی و توازن قوا و امثال هم اینا کلگشان مؤلفه های تشکیل دهنده یعنی استخوان‌بندی در نظام سیاسی کشور هستند. طالبان اینمی استخوان‌بندی را به صورت کامل خرد کردن و هیچگاه نشان ندادن که در پی ترمیم شستن. نوستالژی های بسیار رقیق و تعریف ناشده طالبان برای انحصار قدرت ملی دارن. بحران مرتبط با مناسبات قدرت در جامعه را از پیش رویشان پس نمی کنن. نوستالژی یعنی چی؟ که فکر کنن که ما یک دست قوی را در داخل جامعه به حاکمیت میرسانیم که دیگر الگویش مثلا الگوی دوران امیر عبدالرحمن باشد، الگویش در یک صورت دیگر الگوی دوران شاه باشد، الگوی دوران مثلا داوود خان باشد، که وقتی که نظام سیاسی یا حاکمیت یک چیز را گفته که هیچ کسی در اون جامعه دور روش چونه چرا نه، یک نوستالژی است. اما آل فعلا بعد از 44 سال با توجه به بحران‌های که افغانستان سر خود تیر کرده، ای پاسخ بسیار خوب بر بحرانی که طالبان قدش گرفتار هستن نیست. ای که طالبان بعد از 2.5 سال حاضر نشدن صورت رهبر خود بر کس دیگر نشان بدن، گواه یک سرگردانی بسیار مستحصل کننده از گروه در رأس نظام سیاسی کشور است. هیچ کشور در حالت ایستایی، در حالت رکود دوام نمیکنه. قانونمندی عام حاکم بر جهان هم این رکود و ایستایی را اجازه نمیده. 40 میلیون انسان زنده در افغانستان دلیل روشن هستن برای اثبات پویایی و سیالیت جامعه. 40 میلیون انسان نفس میکشن، 40 میلیون انسان فکر میکنن، 40 میلیون انسان حداقل به خاطر بقای خود تقلا میکنن، تلاش میکنن، یعنی خودش جامعه رو در حالت پویایی نگاه میکنن. جهانی که حالا فعلا ما داریم با تکنولوژی دیجیتال و هوش مصنوعی و سامونه های کمپیوتری خود تلاش کرده که از هزارم حصه های یک ثانیه هم حساب بگیره. حالا برخورد ناشیانه طالبان با زمان که سال را هدر میدن بدون از اینکه حتی پشت گردن خود خارش کنن، فکر میکنم که در اینجا یک رویکرد خوب را نشان نمیده. ما یک مسئله کلانتر دیگر را باید در پیش روی خود بگیریم که هم در سوال طالبان به کجا میره پیش روی ما قرار میگیرد. خودمون نیروهایی که فکر میکنن که طالبان تنها حاکمیت نیستن، حاکمیت برای کشور هستن. حاکمیت طالبان چالش تنها برای خودشون خلق نمیکنن، برای مردم افغانستان هم خلق میکنن. مردم افغانستان چه خوش باشن چه نباشن، وقتی که حاکمیت طالبان دوام میکنه، هستی خودشان را هم یکی یک خرد کرده می. ما چی کار میکنیم؟ این هم یکی از سوالهای خیلی مهم بر ما هست. من فکر میکنم که طالبان نمیمانن، در هیچ جای هم نمیرن، ولی به معنی زن نیستن که ما با روی کردهایی که آل فیلند پیش خود داریم یا با روی کردهایی که تقریبا الگویی از الگوی طالبانی هستن، ما میتونیم که از شر طالب یا از نظام طالبی رها کنیم. به همین خاطر
هرگاه که مطرح میکنیم که طالبان با کجا میرن، در پهلوش باید مطرح کنیم که ما با کجا میرن، ما چی کار میکنیم، 2 سال بعد چی کار میکنیم، 5 سال بعد چی کار میکنیم، 10 سال بعد چی کار میکنیم. آیا چرخه تکرار از تجربه های ناکام را از پیش روی خود بر میداریم یا نه؟ آیا بالاخره همی جامعه را در یک خط قرار میدیم که تجربه هایش دیگر منقطع نشود، دیگر مثلا ما 10 سال تجربه های جداگانه نداشته باشیم، برعکس انسان های رفت در اون جامعه هستن در یک خط منظم روشمند قرار بدیم که تا بتونن از خود، از انرژی که مصرف میکنن، از زمانی که در پیش روی خود دارن حساب بگیرن. این 2 تا سوال را با هم مرور میکنیم و ما دوست دارم که باز هم نظرات آقای دوی فولادی را بشنویم، قسمت بعدیش را بعد باز ما هم یک سری نکته های دیگری داریم که مطرح. تشکر جناب استاد رویش گرامی. استاد دوی فولادی، برمیگردیم به سمت شما. با در نظر داشت سوالاتی که استاد رویش مطرح کردن، میخواییم پاسخ شما را داشته باشیم و همچنان ادامه گپایتان خیلی دوست داریم که بشنویم. امید حوصله از شنوندگان عزیز دارم. ببینین، طالب ها در عرصه نظامی به عنوان یک لشکر نیابتی پیروز شدن، جای شک نیست، که البته در بخش دوم باز هدف از این پیروزی طالب، پیروزی طالب نیست، پیروزی کسایی است که طالب ها آوردن. به هر صورت طالب ها در به عنوان یک لشکر نیابتی پیروز شدن، بله، در جنگ. اما آنچه که پیروزی طالب به شکست مطلقش می انجامانه، او شکست استراتژیک طالب است در عرصه سیاسی و ایدئولوژیک. یک گروه ایدئولوژی که تبدیل شود به یک لشکر نیابتی بازیگرای منطقه و جهان، اگر در هدف استراتژیک مذهبی سیاسی خود شکست می خورد، ما خلاف باور معلم عزیز میگم طالبا به طرف نابودی خود میرن. وقتی امروز امارت اسلامی را هیچ کس به رسمیت نمیشناسه، پرچمش به رسمیت نمیشناسه و 2 سال است که بیشتر طالبا حتی پاسپورت جمهوری اسلامی را توزیع میکنن، معنایش بسیار با صراحت اینمیست که طالب در عرصه سیاست و یا نظامسازی شکست استراتژیک خورد. در جهان علم سیاست شکست استراتژیک جبران ناپذیر است، حتی خطای استراتژیک جبران ناپذیر است. و این حال شما فکر بکنید که طالبان وقتی در هدف سیاسی یا ایدئولوژیک خود شکست استراتژیک خوردن، هیچ امکان نداره که اینا در قدرت باقی بمانند. برعلاوه نکاتی که من قبلا ذکر کردم در بخش اقتصاد و فرهنگ و روابط منطقه‌ای و انحصار قدرت ملی و اینا، یک بحثی که ما را کمک میکنه که طالب و کدام طرف میره، اوی است که بالاخره طالب وقت ساخته شده باید بیاییم فکر بکنیم که چرا این ساخته شده. طبیعی است که بسیار به سادگی میتونیم بگویم که طالب برای ساخته نشده که بیاید افغانستان یک حکومت قهقرایی پلیس مذهبی ناکارا و و خیلی خشن و و خب با انحصار قدرت ملی ای بیای به قدرت برسه. این هدف، اگر این هدف او قدرت های بازیگرای منطقه و جهان بود برای تولید طالب، خب طالب باید به رسمیت شناخته میشد دیگه، چون این چیزایی که فعلا طالب داره خونه است. اما پس نشان میده که نه، ای که جمهوری را در درز سویچش گل کردن و به دست همه چیز امتیازات ارزش های 20 سال اخیر به طالب سپرده شد، در پشت چیزی باید یک بازی بسیار بزرگ نفته باشه، یک هدف بسیار بزرگ نفته باشه. اگر عزیزان بازی شطرنج بلد هستن، این مثال ما همیشه دادیم که وقتی خلاف تمام تحلیلگرای سیاسی جهان جمهوری در 10 روز سقوط کرد بدون فایر، ای به ایمان آمیده در بازی شطرنج که شما وزیر خود بخوردن میتین، ولی یک چال دارن که ممکنه با یک پیاده حریف کشتومات کن. وقتی حالت صورت گرفت، من همیشه سوالی میست که چال بعدی بازیگرا یا تولیدگرای طالب چی است و تولیدگرای جمهوری اسلامی چی است که وزیر خود بخوردن دادن ولی میخواین با یک پیاده رقیبای منطقی خود مات کن.
بعد وقتی جنگ اوکراین شروع شد موضوع روشن شد. خب بعد شما وقتی میبینید که جهان سرمایه داری جهان اقتصاد است، جهان منافع است و جهان جنگ است، جنگ اقتصادی است، یعنی جنگ منافع است. و امروز شما چین مثلا میبینید به عنوان یک قدرت بسیار بزرگ با هژمونی اقتصادی، هژمونی استراتژیک اقتصادی در منطقه، با استراتژی یک کمربند یک راه، که به هیچ صورت کاپیتالیسم غرب حاضر نیست که این پروژه را چین موفق بسازه. بعد شما وقتی میدیدین که روسیه پوتین با منابع سرشار طبیعی که داره توسط خود به اصطلاح اروپا و اقتصاد اروپا داشت به قدرت اقتصادی نیرومند تبدیل شده میرفت، خب اینا از لحاظ به اصطلاح رقابت های بسیار متضاد کپیتالیسم جهانی، شما میدیدین که اقتصاد وقتی سه بود پیدا میکرد یا چهار بود، اروپا، آمریکا، روسیه و چین، خود به خود اینمی چهار بود اقتصادی پس جهان به طرف از یک قطبی بودن سیاست میکشید و به طرف چند بودی سیاست میبرد که برد. خب اینا رو ببینین که جنگ مستقیم نیابتی با روسیه وجود داره و ولی تارگت یا هدف اساسی زدن اقتصاد روسیه است، که ولو جنگ اوکراین ببره از لحاظ نظامی و قدرت روسیه، که همیشه روسیه در جنگ ها از لحاظ قدرت پیروز بوده ولی بعد از قدرت در اقتصاد و سیاست شکست بردن، مطمئن باشین که اقتصاد روسیه ضربه بسیار قوی خورده، هزاران مورد سنکشن یا تعزیرات و عالم تازه سرزی کار میکنن که بانک های جهانی باید تحریم بکنن روسیه را، و روسیه هم در جواب اونن شما شنیدین که گفت ما حتی تمام رابطه دیپلماتیک خود با آمریکا قطع میکنیم. یعنی این جنگ است دیگه، یعنی در پولی که روسیه درگیر جنگ گرم نیابتی است و همه میدونیم پشت سر از این جنگ نیابتی اقتصاد آمریکا و غرب است. خب در این زمان جنگ سرد هم اینه وجود داره که در سطح قطع رابطه دیپلماتیک پیش میره. خب این طرف ببینین که طالب بینیمی لحظه یک حالتی است که با بودن طالب یا رژیم در افغانستان کوره حتی خود چین هم برسمیت نمیشناسه، چین هیچگاهی نمیتونه که او طرح بسیار بزرگ هژمونیک اقتصادی خود در چوکات یک کمربند یک راه در منطقه پیاده بکنه. اگر فردا روسیه یا ایران یا خود چین میخواد که افغانستان بار دیگر تبدیل کنه به یک حوزه جنگ نیابتی، در اینجا میبینین که از دیدگاه اقتصادی بازم غرب با داشتن طالب در افغانستان موفق شد. چرا؟ که ما بارهای ما گپا گفتیم که اگر شما در جنوب آسیا و در خاورمیانه دو تولید انگلیس رو مد نظر نمیگیرین، تمام تحلیل های سیاسی ما میلنگه. شما ببین در 1947 انگلیس پاکستان تولید میکنه در جنوب آسیا، و در 1948 در خاورمیانه اسرائیل تولید میکنه، و تا به امروز ارزش استراتژیک پاکستان در جنوب آسیا و ارزش استراتژیک اسرائیل در خاورمیانه برای انگلیس و غرب و آمریکا با قوت خود باقی است. و این قدرت های دیکتاتوری بسیار بزرگی که در خاورمیانه فرو پاشید بعد از 9/11 یا حادثه برج های دو قلوی نیویورک، میلیون ها انسان کشته شده، میلیون ها آواره شده، شهرها نابود شده، حالت امروز غزه رو ببینید، این که امروز هیچ قدرتی نیست که در مثلا در برابر اسرائیل گپ بزنه، نشان میده که اونو استراتژی تولید اسرائیلی بزرگ در خاورمیانه داره تطبیق شده میره. و جمهوری اسلامی ایران خواسته یا نخواسته پارتنر بسیار قوی غرب برای تولید اسرائیلی بزرگ در خاورمیانه است. اون نمونهش میبینید امروز این جنایت بشری که در غزه صورت میگیره، تمام کشورهای عربی چرا چوب است؟ این خودش یک سوال بسیار بزرگ است. پیش روی چشم تمام کشورهای عرب با جهان ببینید که چی فاجعه بشری در غزه ادامه. خب اینا رو ببینید که غرب هیچ وقت بازی افغانستان نمی بازه و امریکا و انگلیس، به خاطر که اونو
سرزمین استراتژیکی را که تولید کردند به نام پاکستان در جنوب آسیا، او را همیشه با خود دارند. بعد از 11 سپتامبر دیدیم که پاکستان چقدر 180 درجه دار خود و طالب کلانا و سرک و پچک شد تاویل امریکا ندارد. بعد وقتی که کرزای غنی از سال 2010 به بعد خط دیورند به رسمیت نشناختن، دیدیم که پاکستان باز آمد در محور سیاست منطقه نقش خود بازی کرد برای منافع انگلیس و غرب و امریکا و رشد طالب شروع شد تا که سویچ جمهوری را گل کرد. خب اینا رو ببینید که آمدن طالب و رهبری طالب از راولپیندی، از کمپ نظامی راولپیندی که پای ساده نیست. حالا خب امروز مثلا طالب چیزی که بسیار کوشش داره طالب برای انحصار قدرت ملی اعتماد قومی را به دست بیاره، در حالی که شما برای رهبری قدرت ملی با اعتماد ملی نیاز داره. چون هم انگلیسی گپ میفهمه، هم امریکا میفهمه، هم پاکستان خوب رگ رگش میفهمه، ما شما میفهمیم که نفرت از پاکستان در بین افکار عامه افغانستان یک پدیده مسلط است و یک لشکر نیابتی که از راولپیندی رهبری میشه اگر بر زو یک سیمای ضد پاکستانی نتن، خب قدرت نفرت عمومی حتی بخصوص قوم پشتون، نفرتی که امروز پشتون از پاکستان داره هیچ قوم دیگه نداره، چون حداقل از زمان امیر عبدالرحمن یا تولید پاکستان تا به امروز پشتون تکه تکه شده از دست پاکستان. خب اینا رو ببینیم، این مانورهایی که طالب بازی میکنه برای اینکه نشان بده که اعتماد قومی را برای ادامه انحصار قدرت ملی به دست بیاره و اگر عقلان پشتون و دانایان پشتون به این نقطه توجه نکنن که دادن اعتماد قومی برای انحصار قدرت ملی و هم برای یک لشکر نیابتی قبیله‌ای، این بسیار بازی را خطرناکتر از بازی های 40 سال اخیر برای قوم پشتون می سازن. اما به صورت Until the Last Afghan اونو پروژه داره تطبیق شد، میره دیگه پیش رو چیش ما تطبیق شد و من با تأسف با هزاران تأسف میبینم که یک دختری که ویدیوش میبره که با بایفرند یا شوهر خود دان بدان چسبیده چون نشست، او میای مثلا از طالب دفاع میکنه، چرا؟ به خاطر که طالب پشتون میدن. اما نمیفهمه که اینی لشکر نیابتی وقتی آمده در افغانستان و یک نظامی که صدها به اصطلاح میلیارد دلار سرش سرمایه گذاری شد، سویچش گل شد، برای این پشت ازی چی یک هدف دیگر گرفته است؟ آیا دادن قدرت به پشتون نخیر؟ چون پاکستان و انگلیس سالهاست با تیغ شریعت شاهرگ گلون قومیت پشتون بریده رو ایستن، حالی که سیاست مداره پشتونی حقایق برای قوم خود نمیگن، اون مسئولیت زناست. برای اساس طالب ها شکست استراتژیک خورده از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک، نمیتونن امارت ایجاد بکنن، بیرقشان کس قبول نداره، رژیمشان هیچ کس به رسمیت نمیشناسه و از همه خطرناکتر که تداوم انحصار قدرت ملی با دست آوردن اعتماد قومی پشتون، مثلا پشتو سازی لوه ها یا تطبیق استبدادی زبان پشتو و فارسی ستیزی و تحمیل فرهنگ پشتون بر تمام فرهنگ های مختلف افغانستان، اینا مسائل است که برای طالب بله اعتماد قومی میتن، اما در او بود یک سیاه چال بزرگ برای طالب میکنه که او از دست دادن اعتماد ملی است. و هر نظام سیاسی در هر کنج جهان وقت اعتماد ملی را از دست داده، سقوطش 100% مساعد شده. یا به اصطلاح یک انسان مفلوج، شما در لب یک پرتگاه بیارین که با پای خود ایستاده نتاند، شما یک دکه عادی بتین و از پرتگاه سقوط میکنه و میره به طرف نابودی. و طالبان اگر درک نکنن و تسلیم زینی حقیقت نشوند که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک شکست استراتژیک خوردن، به طرف مرگ خود. تشکر جناب استاد. استاد رویش گرامی، باز میگردیم به طرف شما. نظر به گفته هایی که شما گفتین که طالبان به هیچ جایی نمیرن، و حال سوال اینطور مطرح میکنیم که اگر طالبان به جایی نمیرن چی اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر ادامه پیدا کنه چی میشه؟ و اگر از هم بپاشه باز هم چی خواهد شد؟ با در نظر داشته صحبت های استاد دایفولادی و پاسخ همین سوال، نظر شما را دوست داریم بشنویم.
تشکر. من فکر میکنم وقتی که ما از ادامه حاکمیت طالبا حرف میزنیم و از چالش هایی که برای ما مطرح میشن، ما باید افغانستان یک مقدار بر خود باز کنیم که ما چیست. بدون شک که یک اجماع را شاید ما داشته باشیم که افغانستان یک از معدود کشورهای هست که مای ملی ندارد. ما چیزی به نام هویت ملی در افغانستان نداریم. شما در ایران یک هویت ملی داریم، در پاکستان داریم، به گونه مردم خود پاکستانی میبینن، در هند داریم، مثلا در خیلی از کشورهای دیگه. افغانستان یک کشور هست که متاسفانه با این دریغ مواجه بوده که هیچگاه چیزی به نام ملت، به نام مثلا هویت ملی براش وجود نداشته. بنابراین اول وقت ما گپ میزنیم که ما گاه اشتباه میکنیم، تصور ما یه هستن که ما به معنای واقعی کلمه مای ملی است که اقشار مختلف در درون از جامعه دار او ما خود شریک احساس میکنیم. فکر میکنیم چنین چیزی نیست. ایرا با تمام تلخی هایش خوب است قبول کنیم. ما یک کشور هستیم که یک ملغمی از واقعیت های اتنیکی، مذهبی، سیاسی، ایدئولوژیک در کنار هم قرار داریم. در نهایت امر جغرافیای مشترک ما رو به هم پیوند داده. در نهایت امر همین بودن ما به شکل طبیعی که در این کشور به دنیا آمده ما در کنار هم قرار داده. در غیر از اون صورت کوچکترین بهانه های در افغانستان که بحث خواست ما رو مطرح کرده، بحث اهداف و رویاهای ما رو مطرح کرده، استقلال ما رو مطرح کرده، میبینه که ما رو هم جدا کرده. و مشکل شما واقعا اقوام در افغانستان کنار هم داشتیم. گاهی ما برخی از روابط بسیار طبیعی و عادی را که در بین اقشار و نیروهای جامعه بودن در افغانستان، اینها را دلیل میگیم برای از اینکه بگیم که افغانستان در سطح عام خود مشکل نداشتن. ولی این روابط، روابط بسیار رقیق، روابط تعریف نشده هست که به طور طبیعی در بین مردم وجود داشتن. تا چی زمان این روابط عام میکنه؟ تا زمانی که واقعا آدم ها در اون مرتبه بسیار ابتدایی از آگاهی های خود برسن که خواست خود دوباره بر هم مطرح کنن. اگر شما میبینین مذاهب با هم دشمن میشن، گروه های سیاسی با هم دشمن میشن. بنابراین مای کال فعلا ما داریم مای ملی نیست. وقتی مای ملی نیست، چالش های ما متاسفانه چالش ملی نیست. ادامه حاکمیت طالبا همین حالا هم بر یک جمع از آدم های تشفی خاطر خلق میکند که به هر حال خوب است یا بد است با ما تعلق دارد. این مای ما مثلا مذهبی است، مای ما مای قومی است، مای ما مای زبانی هستند. بنابراین یک سری وجوه اشتراکات ما داریم، قدر زمین خود را نزدیک احساس میکنیم. شما در اینجا فریب های را میبینید که بعض وقتها آدم های بسیار بسیار جالب را در کنار همدیگر قرار میتن در حالی که اینا در واقع دشمنان همدیگر هستن. شما مثلا در می وقتهای اخیر بعضی از نیروهای شیعی را که میبینن در کنار حاکمیت طالبا بسیار احساس خوشی میکنن و در بعضی از موارد حتی یادآوری میکنن که امتیازات را یا مسئولیت را که ما در حاکمیت طالبا به دست آوردیم در هیچ وقت دیگر نداشتیم. این دلیل چیست؟ دلیل است که یک سری از الزامات را در درون جامعه ما داریم که نمی آدم ها را در شرایط اضطرار به هم نزدیک میکنه و اینا احساس میکنن که عامل پیوند ماستن، نشانه های پیوند ماست، در حالی که تو نیست. طالبا یک حاکمیت مذهبی است، حاکمیت مذهبی که هیچگاه به اسلام تعبیرات یا تفسیرهای بسیار سختگیرانه مذهبی خود کتمان نکردم. در حاکمیت طالبا شیعه ها را حتی کس اجازه زیر ندارن که در یک از محاکم افغانستان مثلا حتی حضور داشته باشن در حد قاضی. فقه شیعی را، فقه جعفری را کس به رسمیت نمیشناسد. اما آیا واقعا میتونن که آدم هایی که خودشان شیعه هستن احساس بکنن که در زیر رژیم طالبا بسیار مسئولیت دارن؟ اما این نمی فریب خیلی از آدم ها را به همین باور رسانده که طالبا بهتر است برای ما. بعض از آدم های دیگر فکر میکنن چون ما پشتونیم مثلا طالبا حاکمیت پشتونی دارن در میجه خوب هستن. ولی آیا واقعا دختر پشتون فعلا میتونه در افغانستان از پدر خود به راحتی پرسان بکنه و بگه که در حاکمیت پشتونی جای من در کجاست؟ من چرا از کشور خود فرار میکنم یا مثلا در کشور خود درس خوانده نمیتونم و یه جواب بگه برش؟ میبینیم که در اینجا دیگر یک فریب آمده، مثلا صرف یک آدم ها را در یک نوستالژی بسیار رقیق به هم وصل کرده. به همین شکل از لحاظ زبانی در نظر بگیرم چیزهایی چالش های ما اینال فعلا از این منظر فکر میکنم که چالش خطرناک، به خاطر از اینکه شما بحران ملی دارین که این فقط با وحدت نیروهای ملی در داخل کشورتون پاسخ میدید.
اما اگر بحران ملی را شما بیارین در اقشار گوناگونش جدا جدا کنید تجزیه کنین، بگین پاسخ بوین، باز هم پاسخ تنین ایر باید ببرین آدرس بته. مثلا واقعا روشن فکران، واقعا که آقای دویفولادی در برخی از اشاره های مطرح میکنه، روشن فکران پشتون یا منظور از روشن فکران صرف به اصطلاح یک صنف نیست، یعنی آگاهان جامعه پشتون، کسانی که واقعا سرنوشت سیاسی جامعه پشتون را در افغانستان بسیار جدی سعی میکنند که کجا میره بالاخره. مثلا ما 5 سال بعد کجا میریم، 10 سال بعد کجا میریم، 20 سال بعد کجا میریم که حاکمیت طالبان. کسی که این سوال به شکل جدی بر خود مطرح میکند باید بگوید که در حاکمیت طالبان زمانی را که ما از دست میتیم به زیان فکر جامعه خود، به زیان آموزش دادن جامعه خود، این میره چیگونه جبران کنه. اعتبار و حرمت را که ما در روابط ملی خود با اقشار مختلف جامعه داشتیم در حاکمیت طالبان بیش از هر چیزی دیگر ضربه میخوره. پیامدهای از این بالاخره باقی میمونه. از تحقیر میشه، توجه که تحقیر میشه، ازبک تحقیر میشه، بلوچ نورستانی که تحقیر میشه، خب در یادش باقی میمونه. یعنی میره بالاخره یک وقت نه یک وقت پرسان میکند. این ممکن است یک جمع از آدمهای دورنگرش با بسیار تعارف مثلا مطرح کنه یک زمان دیگر، ولی خب اکثریت عظیم از جامعه زیاد تعارف نمیخواد. هر وقتی که فرصت پیدا کردن راحت وارد میدان میشن و با مو شیوه ها و روی کارت های خاص خود مطرح میکنن. خب پیامد از این چیست؟ اگر مثلا الگوی طالبی عام شود که هر کسی که به قدرت رسید یا دستش رسید کسی دیگر را اذیت کنند، خب اینمی الگو در یک شرایط برق بر بگرده که طالب نباشد، اگر پس دوباره از جوامع مختلف از اقشار مختلفی جامعه مثلا به طرف کسایی که فعلا خود در نوستالژی طالبانی شریک میبینند برگشت کنند، چی میده؟ یه ما در گذشته دادیم دیدیم متاسفانه، یعنی کم نبودن فرصت هایی که ما شما در اونجا ها میتونستیم القه های پیوند ملی ایجاد بکنیم، ولی اینمی عقده های پنهان تمام این عوامل را که میتونست ما رو به هم نزدیک بکند کلش نابود کنه از بین. بنابراین چالش آگاهان جامعه پشتون غیر از آن چیزی هست ممکن است که غیر پشتون ها داشته باشه. بعد در غیر پشتون ها وقتی می باز همین سوال مطرح هست که بالاخره در درون زمین جغرافیا ما با پشتون ها در افغانستان چگونه زندگی میکنیم؟ موج از نفرت، نفرت زبانی، کینه توزی، مثلا حتی بعضی وقتها حرکت ها، رفتارهایی که کوچکترین نشانه از دورنگری درش نیستن در درون جامعه ما وقتی که بروز میکنند، نشانه از این است که کس بیاد نمیره که در این جغرافیا بالاخره ما باید زندگی بکنیم. اگر بلاخره قرار است در ختم روز می جغرافیا زندگی بکنیم، چه مقدار از زمان خود خرال فعلا ما برای رشد نفرت، رشد مثلا امین خصومت های زبانی، خصومت های فرهنگی در این جامعه مایه میگذاریم که بعد مجال میته برای ما 5 سال بعد 10 سال بعد که پس برای جبران بکنیم. اگر نه ما واقعا مجبور هستیم که در این جغرافیا با هم زندگی بکنیم. القه های پیوند را ما بینان جامعه محروم، بینان کسانی که رنج میبریم چگونه باید حفاظت کنیم که هزینهش در 5 سال بعد 10 سال بعد رو گردن ما خیلی زیاد بار نشد. متوجه میشیم که جوامع غیر پشتون، حالا کسانی که در حاکمیت طالبانی خود رو در حاشیه احساس میکنند، مثلا از متن بیرون رفتن، خب اینا سوالهایشان یا چالشهایشان سنگین تر میشن. چالش از اینا چالش انسانهای محروم یا جوامع محروم هست. کسانی هستن که اینا از ادامه سلطه، از ادامه سرکوب، از ادامه حاکمیت قهار و جبار خوش نیستن، رنج میبرن، میخواین که بالاخره این چرخه خود ما پیدا کنن. اینا در پی ازی حتی نیستن که چرخه را در نوبه خود باز تولید کنن. ما ممکن است که در گذشته ها تجربه های بسیار تلخ را داشتیم که حالا فعلا به عنوان انتقاد جدی بر رویکرد های جامعه غیر پشتون وجود دارد، که ما در فرصتی که مثلا بعد از سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بده سوردیم چی راه را طی کردیم که فرصت های تاریخی را به نفع ایجاد یک حکومت ملی از ما گرفتن. ولی خب به هر حال اگر ما او را به عنوان یک تجربه ناکام بگیریم که گرایش انحصار طلبانه در قدرت در درون جامعه ما را به طرف بیراه برد، بار دیگر آیا حاضر هستیم که همچون یک تجربه تلخ را دوباره تکرار کنیم یا نه؟ اگر تکرار نمیکنیم پس از همین حالا باید مراقب زبان خود باشیم، مراقب ادبیات خود باشیم، مهمتر از هر چیز دیگر اینمی فتیلی از خشونت و نفرت و افراطیت را که خیلی بالا رفته در اون جامعه، اینمی رو در نوبه خود هر کدام شکل فردی یا گروهی کاهش بدیم، نه اینکه ایره دامن بزنیم. بنابراین ما حالا فعلا وقتی که با سوال از این مواجه میشیم که ما کجا میریم، مثلا ما چی کار کرده میتونیم، حکومت طالبان چی چالش رو در برابر ما در برابر قرار داده،
اینا رو باید تجزیه کنیم به شکل پکیج، به شکل بسته های بسیار کلان کلان مطرح نکنیم. بسیار کلان بحث ها کلی می سازد جنریک و ما را از فهم مسئولیت های مشخص خود ما مقدار دور می سازد. من باز هم دوست دارم که باز شنونده سخن های بیشتر از آقای دایی فولادی باشیم، به خاطر از اینکه اشاره های خیلی زیاد را دارن در صحبت های خود بر پیچیدگی آن چیزی که حاکمیت طالبان در پیش روی ما قرار دادن و ما این سوال را در فرصت بعدی که آقای دایی فولادی مطرح میکنن باز هم رو میکنن که خب روی کرده ما در مقابله با این بحران چیست. مسئله را شناختیم، به اصطلاح بسیار ساده ترش راه حل مبر مسئله چیست؟ جناب استاد دایی فولادی فکر کنم که استاد رویش سوال را مطرح کردن، پاسخ شما را می داشته باشیم، اما عملا در نیمه دوم برنامه قرار داریم و این نیمه اختصاص داره به مخاطبان. از جمع مخاطبان کسایی که سوال داشته باشند می توانند که در کامنت نوشته کنند یا درخواست مایک بدن. جناب استاد دایی فولادی بفرمایید، فکر کنم که استاد رویش سوال را داشتن. همین سوال معلم عزیز ما با عنوان بخشی از دوم برنامه حساب میگیرم، ولی خب ما سوالشون در ذهن دارم که چی باید کرد. ولی همینقدر یک چیز ما میخوایم بگویم که به تایید گپ معلم عزیز که مباحث سیاست مباحث کلیگویی نیست، یا با مو مقوله هم که شیطان در جزئیات است. تا ما در جزئیات مسائل افغانستان نریم، ولو تلخ باشه و ولو زننده باشه و حتی بنیادهای باورهای بسیار تاریخی ما را بلرزانه و بشکنانه، ما ناگزیر هستیم که در جزئیات بریم و تحمل شیطان در جزئیات بکنیم. من منتظر هستم از عزیزانی که میشنوند و اونا فرصت داده شد و کنم شامل بحث شد. سپاسگزارم جناب استاد. استاد سوالی که پرسیده شده متوجه شماست، میگه که شما در جریان صحبتهایتان گفتین که طالبا توانایی تصمیم گیری استراتژیک را ندارن و اینا از جاهای دیگری دکته میشن. اگر واقعا این فرض را ما قبول بکنیم، چرا کشورهایی که قبلا از طالبا حمایت میکردن و در به قدرت رسیدن طالبا اونها کمک کردن، فعلا طالبا مثل یک استخوان در گلویشان گیر کرده، اختصاصا مثلا پاکستان، مثلا ایران، فعلا در غم طالبا مانده؟ پاسخ شما در این رابطه چی است؟ من فکر میکنم که پاکستان هیچ مشکل با طالب نداره، شما تا حد جنگای زرگری میبینم. ولی بله، وقتی طالب خط دیورند رد کرده، این دیگه برای پاکستان یک پدیده تازه نیست، یعنی یک موضوع تازه نیست. مطمئن باشین که پاکستان در سقوط دادن نظام های افغانستان تجربه بسیار کافی داره و اون به علت نادانی سیاسی ما است و در بنیاد این نادانی سیاسی قوم اندیشی ما در سیاست است. اگر ما همین قوم اندیشی را از بنیاد تفکر سیاسی خود بیرون بکشیم، مطمئن باشیم که باز استراتژیست های پاکستان باید بسیار فکر بکنه و تاقای فکرش که باز نظام سیاسی افغانستان سقوط بود. به هر صورت ما فکر میکنم، پیشترم من تشریح کردم که طالب دو چیز ببینین، از دو دیدگاه فکر بکنیم. یک دیدگاهش از لحاظ علم سیاست پروداکتیف است و یک دیدگاه دیگه است که کانتر پروداکتیف است. خب اگر طالب تا به امروز پروداکتیف است برای امریکا، برای انگلیس، برای غرب و خب ناتو در مجموع قدرت‌های نظامی و پاکستان و عربستان سعودی و اسرائیل، چرا اینه به رسمیت نمی‌شناسید؟ شما یک پدیده‌ای را که تولید می‌کنین و براتون پروداکتیف هم است، مؤثر هم است، ثمر می‌ده براتون، چرا به رسمیت نمی‌شناسیدش؟ خب اگر طالب اونمو رقمی که غنی و کرزای و تیم‌هایشان و تمام سیاست مداران پشتونی که با امینا بودن در معاملات اینا، اگر اینا برای غرب، برای ناتو و امریکا در چوکات جمهوری اسلامی کانتر پروداکتیف شدن و خط دیورند به رسمیت نشناختن و مثلا تهدید برای تمامیت ارضی متحد استراتژیک انگلیس و امریکا و پاکستان در جنوب آسیا شدن، خب سر خود خورده، کانتر پروداکتیف شدن.
اگر طالب هم آله آمده بر انگلیس و امریکا و متحدینش در منطقه و اینا کانتر پرودکتیف شده، یعنی به ضد خود تبدیل شده، به ضد سیاست استراتژیک زونا تبدیل شده که دیگه برای زونا ثمر نداره، چرا غرب اقدام نمیکنه در برابرش؟ مثلا کشیدن 60-70 هزار کماندو و نظامی های افغانستان، بخصوص اقتحات صفر از پکتیا و اینجا، اینا را شما چه فکر میکنین که برای ساتیری کشیدن و هی قدر هزینه بزرگ سر از اینا میاله هر روز هر شب مصرف میشه، چرا داخل اقدام نمیشن؟ و ایران فراموش نکنیم عزیزان که طالب با یک اجماع منطقه‌ای و جهانی آمد، او اعلامیه مثلا ترویکا را بیادتان برین که یک دفعه در مسکو دادن و یک دفعه در قطر دادن که طالب گفتن امارت کس به رسمیت نمیشناسه، خلاص. اون عملا هم میبینین، پیشتر خدمتتون عرض کردم که طالب شکست استراتژیک خورده، به خاطر که جنگ کرده، ده ها هزار جوان خود منفجر کرده برای یک آرمان چی که حکومت اسلامی بیه، امارت اسلامی بیه، اینا امارت اسلامی اومده، خلاص صفر. این شد شکست مطلق استراتژیک از لحاظ سیاسی. و کسایی که علم سیاست میفهمن میفهمن که من میگم وقت شکست استراتژیک یعنی چی. به اصطلاح و سلام نامه تمام. اینا رو ببینید که طالب برای ایران واقعا کانتر پرودکتیو شده دیگه. خب شما فکر بکنین که تدریس فقه جعفری ممنوع، فقه جعفری اصلا رسمیت نداره، در رهبرای طالب اون والی ایرات کتابش بخونید یا قاضی القضات کتابش بخونید، وحشت میگیره شما وقتی دیدگاه های زنا رو شما در مورد شیعه ها میخونید. کافر و کافر یعنی بزن سرش، سرش از به اصطلاح خلافت و پولش هم به عنوان غارت از سربازهای لشکرهایی که جنگ میکنه. طالب برای چین کانتر پرودکتیو شده، متوجه نقاط باشیم. این گپا رو در بخشی میگم که چرا غرب، اگر طالب برای غرب کانتر پرودکتیو شده، چرا اقدام نمیکنن؟ به خاطر که موجودیت طالب فعلا به سود آمدنش به سود روسیه و ایران و چین بود، اما ماندنش به زیانش تبدیل شده، بیشتر از اینکه به زیان. غرب چرا خوش است با طالب؟ به خاطر که غرب پلان‌های بسیار بزرگ جنگی دیگه داره، هم در اروپا و هم در خاورمیانه. شما اونو تحلیلگرا میدونن که امروز خاورمیانه به طرف یک جنگ بسیار خطرناک میره که فرجامش شاید به تضییع خود ایران منجر شود. و من صحبتایی که با صاحب نظرهای ایرانی دارم، همش نگران شدید تضییع ایران هستن و این جنگی که تازه از غزه شروع شده یه آغاز است، من فکر میکنم، و این گسترش پیدا میکنه و سال 94 سال وحشتناک برای خاورمیانه خواهد. همگی آمادگی جنگ داره، همگی به اصطلاح میله های تفنگ خود پاک کرده، رئیسن که انقطاع نکنه در جریان جنگ، ولی قربانی زی جنگ کیست به نظر شما؟ من میگم که خاورمیانه قلبه زده میشه و شمول ایران، و بعد از او دیگه باز اسرائیل به عنوان یک قدرت ژاندارم منطقه عرضی وجود میکنه و اون استراتژی که 70 چند سال پیش تطبیق شده بود برای اینکه قدرت در برابر اسرائیل نباشه، او داره تطبیق شده میره، پیش چیش با تطبیق شده میره. از سقوط صدام شروع شد تا سقوط قذافی و تا شما امروز لیبیا رو ببینید، دیگه شما قدرت ندارین امروز در خاورمیانه که او در برابر اسرائیل بتونه در زرادخانه اتمیش مقاومت کنه و از لحاظ سیاسی هم فرو پاشیده، همه چیز رفته خلاص است. و جمهوری اسلامی ایران خوش است که ما نفوذ مذهبی پیدا کردیم و در خاورمیانه حضور، در حالی که ای خودش بحران بزرگ ایجاد کرده، برای اینکه جنگ آینده که قریب الوقوع در خاورمیانه بنیادش یک خونریزی بسیار خطرناک مذهبی خود. او میلیون ها سنی سوریه و صدها هزارش که کشته شد، میلیون هایش که آواره است و میاله در مرز با وطن خود زندگی میکنن، اونا فکر نمیکنن که اگر یک دفعه جنگ عمومی شد از بین زونا لشکرهای نیابتی بسیار خطرناک تولید خود شد. بنان ببینید که اینزی دیدگاه شما وقتی که میان جنگ غرب و امریکا را در چیز میبینین، در اروپا میبینین، در چوکات اوکراین، بعد شما میان جنگ در شروع به اصطلاح شمال های بسیار تند، جنگ بسیار خطرناک در خاورمیانه وقتی که می آید، و
پس میبینین که طالب تا هنوز بره غرب کانتر پرودکتیف نشده، هنوز به فایدهش است، به اصطلاح ثبات آمده، همه گی زیر یک شمشیر قبیله ای زندگی میکنه و اینی به اصطلاح همو پلان بفرستید اخیر قرن 19 اینه در اوایل دهه 2 قرن 21 بازم در افغانستان تطبیق شد که یک بفرستید است آرام است. همه گی سیاست هم همیست که همه گی دور از کرامت انسانیش مثل گوسپند بخورن، امنیت دارن دیگه، الله اکبر، خلاص. سلامت باشین جناب استاد، تشکر. استاد رویش گرامی، برمیگردیم به طرف شما، چون وقت کم مانده شما میتونین که حرفای آخری خود را هم ضمن همین سوالایی که مطرح شده داشته باشین. یک از مخاطبان نوشته کرده که شما شکست خورده های سیاسی هستین، شما شکست خورده های سیاسی هستین که حال بر مردم نسخه میپیچین و بر مردم راه را نشان میتین. شاید طرح کردن این سوال در این بخش خیلی جالب و موردی نباشه، اما من فکر میکنم که یک نوع احترام به مخاطبا هست که سوالشون پرسیده شده. میخوایم بپرسم که آیا این گونه سوالی را که دوستا مطرح میکنه هم بخش از چالش برای حل مسئله طالبان یا مسائل مهمی دیگر در سطح ملی شما میدانین یا نه؟ پاسخ شما برای از این نظر چی است؟ و سوال بعدی که مطرح میشه در کنار از این سوال، تشتت نیروهای ملی قابل رفع است یا با همی درد و دریغی که داریم برای همیشه دست و گریبان خواهیم ماند و هیچ راهی برای برون رفت هم نداریم و به اصطلاح همی سیاست قومی ادامه خواهد داشت یا همی را ادامه بتیم؟ جناب استاد رویش بفرمایید. تشکر. البته در بخش کامنت ها ما هم نظر دوست را که بودک دیدم، تمنا فرهنگ یاداوری کرده بودن. من خوش هستم که شما اینا رو مطرح میکنینی، نه غیر جالب هستک و نه هم بی مورد فکر میکنم، بخاطر از اینکه خب سپیس های عام بخاطر از اینی هست که شما نظریات که معمولا غیر متعارف هستک را هم بشنویم داشته باشیم. ما مونولوگ نداریم، البته خب سپیس را که شما ایجاد کردن یا در شیشه میدیا به دلیل اقتضای زمانش یک مقدار محدود هست و ما تلاش سر میکنیم که فقط مسائلی که مهمتر هست و مرتبط با موضوع هست مورد توجه قرار بگیره، اما این به معنی نیست که فضا برای مخاطبهای ما باز نباشد برای صحبت کردن، برای باز نظر کردن. ما شکست خورده هستیم که شک نکنیم، اما کی پیروز است؟ سوال این است. اگر ما شکست خوردیم در سیاست، شکست خوردیم، امروز که وقتی میم با همدیگر صحبت میکنیم و دردهای خود را ناخن میگذاریم، به معنی زمیست که حداقل بر خود مجال دادیم برای درنگ کردن و شکست خود. ما در جغرافیای بسیار پردرد به نام افغانستان زندگی میکنیم. متاسفانه وضعیت ما در افغانستان وضعیت کسانی هستند که در روی یک دلدل خانه ساختن. هیچ کسی در اینجا نیست که اعتماد در روی زی دلدل نقشه که میکشه نقشش درست است. خاطره را دارم از یک استاد زندگیم، در کتاب خود هم از یاد کردم، به نام قیوم رهبر. سالهای 67-68 این سخن برمیم تو زمان ما خیلی خورتر بودیم، سن شاید 17-18 سال، میگفت با موقف روشن فکرانه، زبان بسیار زیبا و با محبت داشت، میگفت عزیزان، میگفت که ما روشن فکران در افغانستان کورمال کورمال در تاریکی راه میریم. قبل از ما کسی راه نرفتن که راهش روشن بوده باشد و بر ما گفته باشد که راه در کجاست و چون در کجاست. ما ناگزیرم راه بریم، ولی میگفت یک تعهد داشته باشیم که وقتی که راه میریم اول با احتیاط راه بریم که برای خود ضرر نرسونیم و برای کسایی که در کنار ماست. دو، اگر احیانا در جای افتادیم این صداقت را داشته باشیم که بسیار زود ایستاد شویم و برای کسانی که در کنار ما هستن برشون بگوییم که اینجا چاه بود، اینجا آب بود، اینجا مثلا پای ما فرو رفت، تا که حداقل شاید یک نفر دیگر ما از ارتکاب همین خطا باز بداریم. من این سخن قیوم رهبر را بسیار یک سخن هوشمندانه و خوب میدانم، تا حال را هم اتفاقا بر من در زندگی بسیار راهگشا هم بودن. هیچگاه من تجربه های فردی خود را در عرصه سیاسی و اجتماعی تجربه فردی احساس نکردم، به مخاطر خیلی وقت هایی روی کرده من غیر نامتعارف بسا غیر متعارف بوده که بعضی احساس کردن که نباید بسیار از رازهای سیاسی را از روابط بلابداب ها داریم عام بسازیم. اما حرف ما همیشه ای بوده که ما در دنیای سیاست شخصی عمل نمیکنیم،
به اثرات کار ما برای جمع میان. وقتی که اثرات ما برای جمع میان، ما باید برای جمع حساب ده باشیم. بنابراین نه آبروی فردی داریم در سیاست، نه اعتبار فردی داریم، نه سرمایه فردی داریم، نه امتیاز فردی. باید به خصوص برای کسانی مثل من، مثلا ما بیشتر یک موقف فعال مدنی بر خود قائل هستیم، یک چندرغاز از اعتبار رم که داریم، فقط داریم جریان حرکت رو بدنیم، نه کجبه و دستاندیم، نه کدام پیشینه خاص را بینان یک آدم صاحب امتیاز داریم که سر از او حساب بکنیم، نه کدام امتیاز را از جای دیگر به دست آوردیم کنیم امتیاز برای ما چشمگیر باشد. در این جامعه حرکت کردیم، با انسان های از این جامعه خیلی پل بودیم و هر چیز را که به دست آوردیم مال از این جامعه میکنیم. بنابراین شکست را که دوستان ما ممکن است بر ما نسبت بدن، این شکست دامن همه ما را میگیره. اول کدام ما به یک نسبت شکست خورده هستیم؟ طالب وقتی که در افغانستان مسلط شده، برای همه گی مشم یک سوال بسیار کلان است. نه اینکه ما بیم از زبان تحقیر به اصطلاح برخورد بکنیم، میگیم که کسی بهتر از طالب در افغانستان نبوده که طالب اومدن واقعا حکومت را گرفتن. وقتی که 8 میلیون 6 میلیون انسان در کابل با تمام ظرفیت مدنی و فرهنگی داشتن، بعد از 20 سال فقط در یک نیمه روز وقتی که طالب آمدن پا به فرار گذاشتن و تجربه بسیار تلخ را یا تصویر بسیار تلخ و دردناک را در میدان هوایی کابل از خود بر جای گذاشتن، خودش نشان میده که بالاخره اینا کسی نبودن که از طالب کده بهتر بوده باشن. ممکن است که ما در فردیت خود یکان حساب با و کتاب های خاص با خود داشته باشیم، ولی نفس موجودیت طالب، حاکمیت طالب سوال بسیار کلان است که بر ما به اصطلاح هزارگی میگه از کلا پله موسیتی هست از تمام زندگی ما شما اضافی کنم. اما من در سوال بعدی تا که ما فکر من مهمتر هست و اویست که ما آیا واقعا هیچ راه برای برون رفت از این تشتت ملی داریم؟ من میگم بله، چرا نه؟ به خاطر از اینکه ما در نفس از اینجا که رسیدیم که میگم ما در یک جغرافیای مشترک زندگی میکنیم، ما در اینجا سرنوشت مشترک ملی داریم، برخی از دردهای ما مشترک هست و به خصوص از این مرز که پاک بیرون میگذاریم، در اون طرف ایران میریم، پاکستان میریم، هر جای دیگر که میریم، بر اساس اون مو پاسپورتی که در روی دست ما سگ یا هویت که بر ما حسن مردم قدمو برخورد میکنن، پس ما در داخل از این کشور با هم علاقه‌های پیوند داریم که برای ما مهم هستن. ما خیلی بدبخت هستیم که در داخل کشور خود را به نام‌های مختلف تباه میکنیم، میکشیم، تحقیر میکنیم، بدون از اینکه توجه کنیم که بس مزمی پاک از مرز خود طرف تر میگذاریم، هیچ کسی بر ما اعتنای خاص قائل نیستن. بنابراین ما میتونیم از این بحران بیرون شویم و باید هم بیرون شویم، یعنی دلیل ندارد که ما بگیم که نه ما باید بیرون نشیم. اگر میگیم کشور دچار تفرقه است، کشورهای دیگر هم پیش از ما دچار تفرقه بودند، کشورهای اروپایی هم جنگ قومی، مذهبی، لسانی، هر چیز در بین خود داشتن و بالاخره بیرون شدن. کشورها با هم مشکل داشتن، در مرزهای خود مشکل داشتن، در حکومت‌های خود مشکل داشتن، از اونجا بیرون شدن. خب ما چرا نمیتونیم بیرون شویم؟ میتونیم. به نظر من هیچ کدام یعنی چیز بعیدی در اینجا نیست که ما احساس ناامیدی بکنیم در اینجا. بعد هم میگم چه چیزی وجود داره کمک میکنه ما را که از این تشتت بیرون شویم؟ من فکر میکنم در بخش دوم سوالتان هست. بخش دوم سوالتان که واقعا ما با امید سیاست قومی که فعلا در جامعه موجوده، جامعه را متشتت نگاه کرده، با امید دامن بزنیم، امید را دوام بکنیم، میگم که نه. دقیقا پاسخ نه به اینمی سوالی که شما مطرح میکنن راه حل برام میره. پاسخ به سیاست قومی، سیاست قومی نیست. هر چقدر ما به سیاست قومی در درون جامعه دامن بزنیم، تشتت را در درون جامعه خود زیاد میکنیم، در حالی که پادزهر از اون سیاست شهروندی. سیاست شهروندی یعنی که هر انسان بدون در نظر داشت تعلقاتش در درون زی جامعه برای خود حرمت اعتبار داشته باشد. زن، مرد، دختر، پسر، خرد، بزرگ، هندو، مسلمان، شیعه، سنی، هر کسی هست، انسان است، یک فرد است. اینمی فرد صاحب حق هست در درون زی جامعه که باید احترام شود. اینمی در چوکات حقوق بشر در جهان ما شما به رسمیت شناخته شده، در چوکات نظام‌های دموکراتیک برای ضمانت، برای حفاظت، برای صیانت پیدا شده مثلا، و تجربه‌های خیلی از کشورها نشان می‌ده که از این طریق تانستن که بحران‌های خود را رفع کنند. بنابراین ما به نظرم در این 20 سال اخیر در افغانستان ما یک راه را طی کردیم که درست است که به سر سیاست ما قومی بوده و متأسفانه در ختم روز ما به ناکارگی نظام سیاسی، به فساد، به این چیزها قد از اون گرفتار شده رفتیم، ولی در کنه از یک تجربه، از یک حرکت رو به رشد فردیت، اندیویدوالیزم در درون جامعه هم داشتیم. به میزانی که آموزش در افغانستان رشد کرده، فردیت هم یک مقدار اعتبار پیدا کرده، به همین مقداری که در طول 20 سال از حقوق بشر، دموکراسی، رأی و امثال هم گپ زده شده، رسانه ها بودن که آدم ها حرف زدن، گپ زدن، به هر حال یک چیز
یک تحرک به اصطلاح از یک حرکت بسیار رو به رشد مدنی رو به نفع فردیت یا فردیت ها در اون جامعه ما ایجاد کرده. اما این فردیت باید بیاید از فردیت های به اصطلاح بسیار متفرق جدا جدایی که ما شما رو به یک جهنم از مثلا تجزیه گرفتار کرده، این باید بیاید به علقه های پیوند مدنی در اون جامعه وصل شود تا ما بتونیم در کنار احترام به فردیت خود زندگی جمعی را هم یاد بگیریم. زندگی جمعی افراد آگاه را در کنار همدیگر قرار دادن هست. اینمیسک معنای ایجاد یک جامعه دموکراتیک، اینمیسک معنای ایجاد یک جامعه مدنی مثلا ما شما در صدر بسیم. بعد از این ما به قرارداد اجتماعی ضرورت داریم که قسمتش داشتیم در چوکات قانون اساسی. ما به قانون اساسی ضرورت داریم، ما به نظام ضرورت داریم که مبتنی به قانون اساسی باشد، ولی در کن از این احترام به شأن و حقوق شهروندی ما وجود دارد. اینی پادزهرش است و راه حلش. و همین خاطر است که میگم ما باید فتیله های خشونت و نفرت افراطیت رو پایین بیاریم. اینا مربوط به میراث های گذشته ماست. به خاطر از این است که میگم ما باید ادبیات خود را اصلاح بکنیم، مدارا داشته باشیم، پیش از اینکه همدیگر خود را طعنه میزنیم، تحقیر میکنیم، توهین میکنیم، بیایم همدیگر خود کمک بکنیم تا اینکه راه حل پیدا بکنیم. فکر میکنم طالبا اگر هیچ چیز دیگر به عنوان یک فرصت برام نداده باشد، همیست که تمام نیروهای ملی در افغانستان را با تمام تعلقات گرایشاتشان کلگشان در یک صف قرار داده، طالبا هم میگیرن میگن که هیچ کدامتان نیستن. پس ما در نبودن خود با هم میتونیم اشتراک نظر پیدا کنیم تا اینکه این خلا را، اینمی دریغ را که شما یاد میکنیم رفع کنیم. البته پیش از اینکه برنامه ختم شود، دوست دارم اگر اجازه بدین باز هم برای آقای دایفولادی به خاطر که میمون اصلی برنامه ما هستن یکی دو سه جمله دیگر هم به عنوان جنبندی حرفای خود داشته باشن باز رو ختم میکنم، البته یک چند دقیقه وقت داریم. جناب استاد دایفولادی بفرمایید. جواب از دختر عزیز میگم که ما همی تنه شما یا نیش زبان شما متوجه من نمیشه به خاطر که ما هیچ گاهی سیاستگر نبودیم. ما یک بله به شک سیاستدان هستم. من به خاطر ما هیچ وقت نمیفهم برای یک سیاستدان شکست چی معنا داره. شما از یک سیاستدان طرح بخواین، طرح استراتژیک بخواین، راه های نظام سازی یا ایجاد یک نظام سیاسی با ثبات در افغانستان قبیله‌ای با کسات اقوام و زبان ها و فرهنگ ها بخواین. اگر شما به این گپای علمی ما از پشت همچنین یک نیش زبان تا بالا گوش کردین، خودش بخشی از مشکل افغانستان است. ما به عنوان جمع‌بندی گپا میخواییم با عاقلان پشتو چند سخن داشته باشیم و او در مورد انحصار قدرت ملی توسط یک لشکر نیابتی عمدتا پشتون است. معنایش ایست که مسئولیت عاقلان پشتون به مراتب سنگین‌تر از مسئولیت من غیر پشتون است. خب یک چیز بسیار ساده است، ما میتونم بگویم که طالب برای پشتون به یک ذهن سرطانی میمانه. شما اگر دستتان سرطان میشه مجبورین دستتان را قطع کنید، ولی عضو وجودتان است، پارچه از وجودتان است، چاره ندارین. عضو سرطانی باید از بدن جدا شه، ولی بدن ناقص بسازه برای اینکه تمام بدن نابود نکنه. طالب اونو ذهن سرطانی است که تمامیت پشتونه در دراز مدت نابود میکنه و برای زمین ساخته شده. پاکستان دلسوز پشتون نیست که برش لشکر نیابتی بسازه و اونو به اصطلاح در جنگ قدرت قومی افغانستان برای پشتون افتخار و غرور بده که بله ما قدرت گرفتیم و همه گیر سرکوب میتونیم توسط یک لشکر نیابتی. فردا ما برتان قول میتونم اگر از درون هزاره یک لشکر نیابتی 100,000 نفری جور شد و هم میتونه قدرت بگیره، یا از درون تاجک همچون لشکر نیابتی ساخته شد یا از درون ازبک ساخته شد، عین کار کرده میتونه. بنان ببینین عاقلان پشتون هموطنان عزیز، حکومت توتالیتر مذهبی متکی به شمشیر برهنه یا قدرت برهنه طالب به نام یک قوم پیامدهای بسیار خطرناک داره برای خود قوم پشتون، چون همچون یک حکومت دیکتاتوری مستبد ایدئولوژیک مذهبی یک قشر ملای قرون اوستایی اندیش
پیامد بسیار طبیعی و اولش قید خوردن رشد تفکر در درون قوم عزیز پشتو است. و در درون قومی که اندیشه و تفکر قید خورد و بسته شد و از تکامل ماند، در همچون بازی های خطرناک استعماری در جهان کپیتالیزمی که روز داریم، پشتون تا آخرین فرد چوب سخت جنگ نیابتی در افغانستان منطقه می سازد. حداقل از 1357 تا بالا تقریبا در نیم قرن پشت تا پشت نظام ها سقوط می کنند. ولی یک چیز در اندیشه سیاستمداران پشتون، قوم پشتون معزز است. سیاستمداران یک چیز در ذهن سیاستمداران پشتون خطور نمیکنه، ولی حتما در ذهن عاقلان پشتون خطور کرده، او ایست که اندیشه قدرت محور است و هم کاش قدرت برای عدالت، قدرت برای حکومت قانون، قدرت برای رشد مدنی، قدرت به دفاع از حقوق و آزادی های مدنی زن و مرد. نه، قدرت برای قومیت، قدرت برای سرکوب زبان دری، قدرت برای سرکوب تمام فرهنگ های غیر پشتون، بعد فرهنگ پشتون هم حفظش، بستن در تکاملش به سوی ارزش های مدنی و تفکر و اندیشه و حفظش در عموم مناسبات قبیله ای هزار و چند سال پیش، تای پشتون همیشه جوانش چوب سخت جنگ نیابتی به سود منافع استعماری باشه و حالا پاکستان به عنوان رقیب بزرگ ایجاد است. ما می دورستم که به عنوان یک سیاستدان این پیام ما عزیزان عقلان پشتون درک بکنن، اگر اینا داخل اقدام نشون، من غیر پشتون از بیرون هرچی بگویم اونا تنه میتن که شکست خوردن، الان مدن از بیرون اسلام برای ما تره میتن. ولی خب طبیعی است که ما به عنوان یک سیاستدان، یک استراتژیست، ما استراتژی برگشتاندن قدرت قومی اقوام و با اقوام مطرح کردیم. خب شما اگر پیامبر خدا باشین از قوم خود شروع میکنین، ما از قوم خود شروع کردیم، ما میریم به طرف ازی که هزاره انشالله داخل صاحب یک نظام سیاسی شد و از این نفاق سیاسی نجات پیدا کنه و این استراتژی برای تمام اقوام کار میکنه. عاقلان پشتون اگر دوست دارین افغانستان، اگر میخواییم بگویم اگر بیشتر از افغانیت افغانستان دوست دارین، لطفا برین برای اتحاد سیاسی قومتان کار بکنین. و عاقلان تاجیک هم پیام مبرشان همیست که برین برای اتحاد سیاسی قومتان کار کنین، یک نظام سیاسی بر مبنای ارزش های مدنی و حکومت قانون بسازید. برای ازبک هم همین پیام دار و از هزاره خودم خواهش دارم که هر کدام شانه بتیم برای ساختن یک نظام سیاسی و ختم تشتت و نفاق سیاسی در هزاره. تشکر از توجه تمام دوستان و از حوصله و صبر. تشکر جناب استاد دایفولادی و همچنان استاد عزیزالله رویش از این که به برنامه این هفته آمدین و دعوت ما را قبول کردین، سپاسگزار هستیم. و همچنان از همه مخاطبانی که تا این لحظه با ما بودن یک جهان سپاس و تشکر را داریم. و بابت نپرسیدن سوال اوی از مخاطبینی که سوالشان را فرستاده بودن و ما نتانستیم بپرسیم، معذرت میخواییم. و برنامه های ما در هفته های آینده همین روز یک شنبه ساعت 8 شب به وقت کابل ادامه خواهد داشت. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار، وقت شما خوش.